بسم الله الرحمن الرحیم دوستا درس خود شروع میکنیم امروز بفهمیم که یک برنامه یا لنگویج متفاوت که این رو بنام سکرپتینگ لنگویج یاد میکنم انشاءالله که او را سٹارت میکنیم شروع میکنیم در ضمنش پیش از اینکه ما شما او را شروع کنیم بعضی موارد است که شما کلیتان باید او را یاد بگیرین او را نوت کنیم بعضی موارد بسیار مهم و خلاص درست است نه؟ ما هر برنامه را که شروع کردیم این بوتستراپ صرف یک فریمورک بود خب یک فریمورک بسیار کوتاه بود بسیار کوچک بود قدر بزرگ نبود استایل بود میتونی که هر رقم استایل از او بگیری اما سکریپت جاوا اسکریپت کسی لنگویج است حالا گرفتین ایچی هست این لنگویج است مثل که HTML و CSS هم میخواندیم یعنی این موضوعات بسیار مهم است پس What is JavaScript JavaScript پس JavaScript چی هست؟ اول ما دیم بوله ازی که Introduction to JavaScript خودم Script یا JavaScript به چی مانست؟ سی موضوعی که ما میخواییم بر تانیا دارشم یا پیش ازی که ما شما چی داریم؟ Course Outline داریم که در Course Outline یعنی امی Course Outline که چی باید کور شوا اونی یکی Introduction to JavaScript معرفی جاواسکریپت است در ضمنش variables operators رضا operators and variables label ده بمی شکل شما زمانی که بین در اینجا ما شما با موضوع بعدی که ما شما میخوانیم اونو در جاواسکریپت میشه که ما شما conditional statement ما شما بخوانیم بعضی کسایی که در اصل اکسس خوانده کمک میکنه و کسایی که پیشم جاوا و سی پلاس پلاس خوانده برای زو زیاد کمک میکنه که این موضوع چی است اما برای شما کمک به این خاطر میکنه که شما در اکسس اف استیتمنت خوانده میاد تن خصوص اس نه پس نسبتا برتن شما آسان میشه پس در قدم اول خود جاوا اسکریپت درست است نه جاوا اسکریپت کی است ای کلاینت ساید سکریپتینگ لنگویج اینی تعریف جاواسکریپت است اگر از پیشتن که سوال میکنه که What is JavaScript? JavaScript is a client-side scripting language خب و بمیشه که میتونیم که بگیم که This is also an object or oriented خب بعد از او آره سوال داری جایی پیدا میشه که خود ابجکت چی مانا درست است؟ ای ابجکت ما شما فارم گفته میتونیم فارم ها میتونیم که ما شما چی بگیم ابجکت بگیم در ضمن ما شما موضوع بعدی داریم بنام پراپرتی میشه که کسی بریم بگه که پراپرتی چی است؟ مثال شما گفته میتونم بریم پراپرتی یا فارم ابجکت میگه تکست الاین ویت مارجین background color, color, text outline style, shadow, text shadow, that tool شدی دما سر properties دی درست هست نه؟ پس شما باید دیر بفهمین وقت ورتن گفتیم این موضوع را پس form has own property پل زانتا چه لری؟ properties لری پسی را ما شما فهمیدیم اما دیم بالا دی که موضوعات بعدی که ما شما در جاواسکریپت موضوعات مطالعه قرار میتیم او عبارت از method ها را ما شما step by step مطالعه قرار میتیم که در method ها کدام موضوعات داره میشه که step by step مطالعه کنیم آلو دوستو شما میتونیم که هم نوشته کنیم و هم برای ما متوجه باشین خب یکی جاواسکریپت است در شما باید اشتباه نکنین شما تو فکر نکنین که ما جاوا را میخوانیم نه و کسایی که جاوا را میخوانه فکر کنه که ما جاواسکریپت میخوانیم یک موضوع بلکل متفاوت داره و استفادهشان متفاوت است کارکردشان متفاوت است کدایشان متفاوت است درست است نه؟ پس این رو باید متوجه باشین خود جاواسکریپت که است ای انترکشن بیتوین یوزرز اند وبسایتس سب برقرار میکنند چی مقصد؟ هدف از نیست که زمانی که شما از جاواسکریپت در وبسایت تان استفاده کنین وبسایت تان یوزرها بسیار به شکل ساده در کار کنه میتونه و بسیار برش خوشایند میباشه صحیح شو کنم ما تاسو ته اگزامپل در کوم که چیرته بوتستراپ یا سی اس اس نه استفاده اونو که هغه وبسایت څوک څه کوي و خاطر از اینکه بسیار سیمپل می باشه این موضوع بعدی بود که ما شما ایرا باید یاد بگیریم در ضمنش
محمد تمام گفتا کہ یعنی اول سوال درجی پیدا میں شکی رکھی جو کلام کمپنی جاوا ایک کمپنی دیگا بود ایک کمپنی دیگا اس کے جاوا سکرپٹ اب میں اور دا پاس در کمپنیوں متفاوت اس invented by Netscape دا کمپنی دے چدی من سروری و جاوا سکرپٹ JavaScript 1.3 version works with all 4.0 browser. خب پس اینی شد نوٹی ما میریم از قسمت اولی رو تشریح میکنیم ببینن خود JavaScript گفتیم که ما شما کورس آوتلاین ماییست که خود JavaScript ما شما کور میکنیم در ضمنش variables چی هست، operator ها چی هست، conditional statement چی هست، statement های شرطی هست، درست هست و خودی اگر مثال ما شما بخوایم جاوا را تعریف کنیم پس بسیار ساده میتونیم که بگیم که client side scripting language هست client side به این معنی است که ما یکی گفتیم server based داریم یکی client side داریم client side تو میتونی که مثال آفلاین کار کنی بدون اینترنت بدون پبلشمنتی را کار کنی یعنی این استپ آخری تقریبا است که بعد از اون استپ دینامیک شروع میشه ما گفتیم برتون اکوردینگ تو بیلڈنگ وی هاف تو تایپس اف ویب سایتس ون استاتیک اند سیکنڈ ون از دینامیک اکوردینگ تو پرپوز وی هاف فور تایپس اف ویب سایتس پرسونل انفارمیٹیو سرچ انجن بزنس اندو کنا درست اسمی پس این جاوا اسکریپت که است مرحله آخری ساختار وبسایت است بعد از میریم به طرف پی اچ پی میریم که نمیرا ما شما باز دینامیک می سازیم در پی اچ پی حالا گرفتین پس اول سوال در جایی پیدا میشه که خود جاوا اسکریپت برای ما کلام خوبی ها را داره و برای ما کلام کمک ها را ایجاد میکنه خپل جاوا اسکریپت که هر رقم سوال ته دی وبسایت څخه ولري هر رقم توقع چې ولرته دی شرط په تروزر شي کولای شي هغه امپلیمنت کولای شي ما برتون گفتیم که بعضی موارد در HTML مثال نمیشه اگر میشم خوبتر نمیشه تطبیق نمیشه بعضی را گفتیم برتون در CSS بعضی را گفتیم در بوتستراپ مثال میگیم نه اما در جاوا اسکریپت هر رقم شرطی که در ذهنت باشه میتونی که همین توقع را از وبسایت داشته باشی او را حل کنی هر رقم سایتی هر رقم شکلی که باشه بعضی وقت شما ببینین در وبسایت بسیار اشکال متفاوت داره آلتی ورکس یو بگرام که اکسون تویگی یا اعلانات میانی موضوعات متفاوت است این کلش هم میتونی که تو دیزاین کنی در جاوا اسکریپت توسط شرط های متفاوت بعضی توقعاتی که مثلا ما شما داشته باشیم و در HTML و CSS خوبتر نمیشه که انجام شد پس او رو در کجا میکنیم در جاوا اسکریپت کار میشه این جاوا اسکریپت میتونیم که انمی خود تعریف ما شما را به سه کتگوری دیوید کنیم که انمی جاوا اسکریپت مشتمل از آبجکت هاست که آبجکت ها را ما شما یک مثالش تو فرم گفتیم که فرم است صحیح شو یا خو مثال مودی فرم ورک کرده که فرم سره تاسو ټول بلد هستی فرم خو میشناسه نه که کار کردیم تقریبا دو یک دو سه روز بعد از اومدیم بالا پراپرتیز د بل آبجکت د جاوا اسکریپت کې موږ تاسو پراپرتیز لور لکه څنګه مچه په HTML او CSS کې لرل دوستو همي موضوع در HTML او CSS نه بود اما به دریجه به یک شکل متفاوت دریجه ببینید ما شما تاگ داشتیم اونجا ما شما سلکتور داشتیم دو تا لسن عمر کوي دو تا آبجکت عمر کوي ښکاری کو تاسو درست است پس ما شما اینی موضوع را داریم اول تا ډیر جی خبره داده چې موږ تاسو متد درو متد در اصل در بعضی از HTML و در بعضی از CSS ما شما از استفاده نه کړي صحیح شو متد د بار به ډیر جی واجب کارونه موږ تاسو په تر سره کولای شو هغه څوک اوس په دې کلاس کې تقریبا یو مجیب دی چې کمپیوټر ساینس اول سمستر دی خلاص کو دو درې هفته ښه پس امید میفهمم که خود متر یعنی فنکشن ها چی از در اصل درست است نه پس توسط فنکشن میتونیم که هر رقم شرطی که داشته باشیم هر رقم استیتمنت هایی که داشته باشیم میتونیم که او را توسط وبسایت یا بالای وبسایت بقبولانیم بسیار بر ساده برتون بگم درست است نه اوس خبر ادا پد شو چې د خپل جاوا کې چې کوم خواص لري خواصات لري یک خواص بسیار عمده که داره اگر تو از جاوا اسکریپت استفاده کنی چون اسکریپتینگ لنگویج است نه انوی ارتباط تو رو یوزر بسیار قوی میکنه برقرار میکنه حضور دی یوزر ارتباط دی آیفون سره زیات ده انتراکشن شما میفهمین نه هر کس میخواد که مثلا آیفون داشته باشه هم داسې نه ده درست است نه پس اون جنرا شکلی در آیفون کار کرده که انتراکشن یوزر ها رو چی کنه با آیفون جذب کنه انتراکشن مقصد داره چه لغت جذب یا غلزین ورتوایی کنه چی طرفه
Dacă se, for example, mai iPhone bir mahigi, pas erzebot e mamre iPhone at. Pentru că nu mamre iPhone ziua tot, nu? Pas enemiro bat shumo mutawajjeh bashin ke dar JavaScript, yek mawzu-e muhim is ke mo agar az JavaScript khubtar istifada konim, az object-hay durust istifada konim, aur tatbiq konim, pas khud website-ton bisyar bashin khubtar kar mekona. Amadin bolezi ke wa khacha agar ta'sis kare de acha joda kare de da JavaScript. Yo company wa apnun de Netscape. Seșu Netscape ha companie o chida joda kara da bazar dar da kara de istifade tawar kara. Amadin bolezi ke yak mauzu yak yak khawas bisyar muhim e ke dar ami JavaScript version 0.1.3 ke dar har website ya har browser 4.0 kar me kana. Dă tot خبر ادا ده چی یعنی کچې ته د جاوا سکرپټ نه استفاده وکې اوس فعلا اوس کو پنځه تقریبا پنځم ته خبر رسیدلې دغه مې ته نه کې در هر ویب سټ هر براوزر ورو سپورټ کونی ګوګل شو موزیلا شو دامن سه نور 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 کوم چې اډجستمنټ لري صحیح شو امر هم ولزی کې فرق لوندې کې به موصلین پیغام شې شما تاول جاوا رسې درست نه خوندین بعضی کسای درسن پتون کې جاوا را خوندا اول فرق خوندا امره جاوا و جاوا سکرپټ درې چی ګوره ډېر فرق لري ښا هم در کمپنیش درست است هم در کارکردش هم در سټراکچرش هم در امپلیمنټیشن تطبیقش هم در کوډش متفاوت دار فرق داره خب اولی سوال در جای پیدا میشه که چی فرق داره فرق اولی است که اینی جاوا را کمپنی به نام سن مایکرو اومدکوم کمپنی و سن مایکرو سیستم صحیح شو اینی کمپنی بود که جاوا را به میان آورد درست است نه خب و ایره میشه که درست نشته کنیم I think اشتباه نشته کردیم ایره سن مایکرو سیستم زده سی بیوخ رو درست است نیم موضوع بعدی اینی کمپایل میشه این کمپایل میشه درست است نیم و آمدیم بالا سکریپت اینی را یک کمپانی بنامه و برتم گفتم بنامه چی بود؟ نتسکیپ درست است و در ضمنش ای انترپریت میشه انترپریت میشه و در و یک موضوع بسیار مهم دیگه که انترپریت با درست نشته کنیم رایت کلیک انترپریت انترپریت موضوع بعدی است که ای سکریپتینگ لنگویج است سکریپتینگ لنگویج ای اینی فرقایش است فرقای بسیار زیاد است استاد رو پختنه کام زیر خیلی اگزامپل تاسو نه خپل پختنه کام تاسو رو بنده پیگه دی ترجمه و تصویر ترمنز اسمان همزه که فرق نه کنه آسانی بسیار فرق هم داره ای به این مانست که او کمپایل ترجمه میشه جاوا ترجمه میشه در اصل کمپایل ترجمه تی ویلیشی خواه ترجمه کی گی بیا و چی که از جاوا سکریپت که از ای انترپریت میشه ای لین بای لین تفسیر میشه هدف گرفتین گوره دو رقم ترجمه آن لرو کمپایلر انترپریتر کمپایلر ترجمه نیست که کتاب مکمل به یک برچی میکنه ترجمه میکنه چاپش میکنه خلاص ایرا بار بار در ویدیو های جاوا و چپتر هاش گفته میره برتان صحیح شو اگه که بتاست ما معلومات انشالله زیادی گی مثال کمپایلر به این مانه است که یک ترجمان یو کتاب دی لکه روبین شارما لیکل سی فار اگزامپل درست است دی پس او کتاب های مطلع ترجمه کرده با زبانی داری درست است پس این کتاب مکمل که زمانی که ترجمه کرد در بازار چاپش میکنه که کتاب مکمل ترانسلیتد بای همت الله اند دس از کتاب عنوان داده او دا الیمنت داری او دا خواصات داری پس تو به همت الله ضرورت نداری کتاب په پښتو اسی ترجمه است دری نه فهمی حالا فکر کردین اب نو گفتم بردان باز انترپریت به اینی از جاوا شد خب یعنی اینی کمپایل به این معنی است که جاوای کار میشه مکمل کد به یک بار ترجمه میکنه حال کد ترانسلیت از هول یعنی ټول ډاکومنت په یو بار ترجمه کوي آمدین بالا جاوا سکریپت جاوا سکریپت باز کمپنی کی رو به میان آورده به نام نتسکیپ است و در ضمنش تفسیر میشه تفسیر به این معنی است یک خیلی او خیلی اگزامپل بدار کم آل فرض کو یک مثال هر روز براتون همت الله میخواهی که یک چیز را تفسیر کنه سال قرآن کریم هم میگم نه پس تو باید هر روز پیش از او بری هم دست بکنه یعنی ما شما یک موضوعی را که فهمیدیم یعنی اندپندنت است آفر ای اندپندنت است و اینی دپندنت است درست است نه زه اوس ریکارد پاس کوم او خو اگزامپل تاسو درکوم چې تاسو خو ور باندې پوښی ان دا ډیپندنت